اداره هستم. به خانم داوود ملوک؟ بله. خانم فائزه عسکری فرد؟ بله. من زندی هستم از طرف خانم بنی اعتماد. در لیست داوطلبین زن جز که دو مورد به اسم شناخته شده بر نخوردم و همین مسئله بیشتر منو کنجکاو کرد که ببینم این زنان کی هستند، چه برنامه‌ای دارند و با چه انگیزه ای کاندید شدن. حقیقتش من با همسرم مشورت کردم، به من اجازه نداد. سلام، حالتون خوبه؟ خانم رستمی؟ من مادرشم. خواهش میکنم، میتونیم سلام. خواهش میکنم، خوش آمدید. ممنون، تشکر. شما مادرشون هستید؟ من مادرشون هستم. هستیشون خیلی باید جوان باشم. مادر خوبه. چی شد تصمیم گرفتی کاری چی؟ خیلی اتفاق، یعنی که اول خواستم که خودم رو امتحان کنم، ببینم چقدر شهامت دارم، چقدر شجاع دارم. من پارسال کنکور قبول نشدم. بعد این یه سالی که موندم تو خونه فکر کردم خیلی دورم از اجتماع. وقتی کاندید شدی فکر میکردی ممکن انتخاب بشی یا نه؟ نه، یه برام حتمی بود که انتخاب نمیشم. مثلا خب خیلی از آقایون دیگه بودن، خود آقای خاتمی خب در برنامه‌شون من نمیتونستم رقابت کنم، ولی اینکه من خودم به عنوان یک دختر، به عنوان یک جوان شرکت کردم، برای خودم خیلی بودش. دستتون درد. ببخشید، با اجازه. شما وقتی شنیدی اصلا خودشو کادریت کرده چی فکر کردی؟ من امروز صبح شنیدم. خیلی خوشحالم بودم. کاش که جامعه ما جوری بود که خانوما میشدن رئیس جمهور بشن. فکر میکنم جور بشن. خب تو خونه دیگه از روزی که ایشون کاندید شدن ما همین مشکل رو داریم، همین مسئله رو داریم، نمیتونیم پشت به خانم کنیم. میگم خانم ببخشیم پشت نم خانم رئیس جمهور به هرکیم پشت هم میشه باد دارم همین هم مادر رئیس جمهور دیگه بیا این کار انجام بده. خلاصه آشازی خانم رئیس جمهور، شستشوی خانم رئیس جمهور داستانی. های شورای نگهبان رد کردن دیگه، همین خوش واقعا حق‌کشی در مورد خانم هاست. واقعا الان جسارت نشه، حق‌کشی در مورد خانم هاست. من 80-90 درصد میدونستم رای میارم. برنامه‌تون چی بود؟ دفاع از مظلوم، حق زن، یعنی حق حقوق زن ها، بعد دفاع از جوان ها، فرق زدایی، دفاع حمایت از کشاورزان دام دارم. سفن مردا چی میشدیم؟ آقایون خودشون ماشاءالله دیگه فکر کنم زرنگی باشم. ماها خانوما حقمون توی نمیدونم چه عرض کنم. من سمیرا شمس هستم، 19 سالمه، الان مشغول خوندن درس برای کنکور هستم. ما 7 دوره انتخابات ریاست جمهوری داشتیم. تو این 7 دوره واقعا خانوما جایی رو توی این انتخابات نداشتن. اگه من رئیس جمهور میشدم اولین کار که میکردم این بود که حقوق پایمال شده خانوم ها رو بهش رسیدگی میکردم. حقوقی که واقعا از خانوم ها به نظر من ضایع شده، این مسئله طلاق، مسئله حضانت مادر از فرزند. دومی کاری که من میکردم این بودش که آزادی میدادم، یعنی یه فضای باز سیاسی رو تو رویای خودم مثلا فکر میکردم که اگر رئیس جمهور میشدم احساس میکردم که
مردم